توی این ویدیو قرار مکالمات و کلماتی که باید داخل هواپیما بلد باشین رو با هم یاد بگیریم. برای اینکه وارد هواپیما بشید یا باید از اون تونلی که گیت رو به هواپیما وصل میکنه رد بشید که بهش میگن جت بریج یا ایر بریج، یا از پله های هواپیما برید بالا و سوار هواپیما بشید که به این پله ها میگن ایر استرز. وقتی وارد هواپیما میشید ممکنه بخواید برای پیدا کردن شماره صندلیتون از فلایت اتندنت یعنی مهماندار هواپیما کمک بگیرید. برای اینکه از کسی توی کاری یا چیزی کمک بگیرید میتونین از این ساختار استفاده کنید. Can you help me with؟ پس میتونین بگین Can you help me with my seat number؟ Can you help me with my seat number؟ یعنی میتونین توی شماره صندلی بهم کمک کنید، در واقع پیدا کردن شماره صندلی. به محفظه های بالای سرتون که میتونین وسایلتون رو توش بذارین میگن overhead bin یا overhead compartment. Compartment یعنی محفظه. اگر این محفظه ها پر باشن و بخواین دنبال جای خالی باشین برای وسایلتون میتونین از مهماندار بخواین که یه جای خالی براتون پیدا کنه. Excuse me, could you help me find a place for my bag? موقعی بلند شدن هواپیما یعنی تیک آف و نشستن هواپیما یعنی لندینگ، مهماندارها ازتون میخوان که یک سری نکات رو رعایت کنین و یک سری کارها رو انجام بدین. مثلا بهتون میگن Please fasten your seat belt. لطفا کمربندتون رو ببندین. Fasten یعنی بستن که تیشم خونده نمیشه. Fasten. Please fasten your seat belt. یا اگر پشتی صندلیتون رو عقب برده باشین ازتون میخوان که اون رو به حالت صاف و ایستاده برگردونین. Please return your seat back to the upright position. Seat back همون تکیه گاه صندلی، پشتی صندلی. Upright هم یعنی حالت ایستاده و صاف. لطفاً پشتی صندلیتون رو به حالت صاف برگردونید. Please return your seat backs to the upright position. Please put your seat backs in their upright position. همینطور اگر کاور پنجره هاتون پایین باشه و بسته باشه ازتون میخوان که کاور پنجره ها رو باز کنین. به کاور پنجره ها میگن window blind یا window shade. Please open your window blind یا please raise your window blind. به اون میز پذیرایی که به صندلی جلوی وصله میگن tray table. موقع لندینگ و تیک آف بهتون میگن اون میز رو هم ببندین حتما. Please stow your tray table. یا please put your tray table up. Put your tray tables up. در طول سفر هر درخواستی که از مهماندار دارید رو این شکلی میتونید بیان کنید. اول برای اینکه توجهش رو جلب کنید میگید excuse me و بعد میگین could I have یا can I get و هر چیزی که میخواین رو بعدش میگین. مثلا یه پتو میخواین could I have a blanket please، یا یه بالش میخواین could I have a pillow please یا یکم آب یا قهوه میخواید could I have some water please Could I have a blanket and a pillow please? وقتی مهماندار با چرخ پذیرایی که بهش میگن ترولی میاد غذا و نوشیدنی سرو کنه معمولا دو تا انتخاب بهتون میدن. مثلا میگن Would you like chicken or pasta? با این عبارت میتونین جواب بدین I'll have chicken please. یا I'll have pasta please. برای نوشیدنی هم بهتون میگن What would you like to drink? برای نوشیدن چی میل دارید؟ And what would you like to drink? اگر در طول پرواز با چیزی مشکل داشتین و خواستین به مهماندار بگین از این ساختار میتونین استفاده کنین. I have a problem with. مثلا با پشتی صندلیتون مشکل دارین. I have a problem with my seat back. یا با دسته صندلیتون مشکل دارین. به دسته صندلی میگن armrest. I have a problem with my armrest. ممکنه بخواین از مهماندار بپرسین که کی به مقصد میرسین، چقدر زمان میبره. How long will it take to reach London? یا چون تفاوت زمانی وجود داره شاید بخواین بپرسین زمانی که میرسین مقصد اونجا ساعت چنده. What will the time be in London when we arrive? وقتی میرسیم لندن ساعت چند خواهد بود؟
به دستشویی هواپیما میگن lavatory. Lavatory. میخواییم بپرسیم دستشویی کجاست؟ Excuse me, where is the lavatory? Where is the lavatory? She's in the lavatory. Oh, okay. She's in the lavatory. فرض کنید روی صندلی کنار پنجره نشستین که بهش میگن window seat. Window seat. و برای اینکه برین دستشویی باید نفر بغلیتون رو بلند کنین که روی صندلی راهرو نشسته. Aisle seat. روی صندلی راهرو. Aisle seat. و اون باید بلند شه تا شما بتونین رد شین. اینجور مواقع میتونین بگین Sorry to bother you. I just need to use the lavatory. Sorry to bother you. I just need to use the lavatory. یا خیلی راحت میگین Can I get out? Can I get out? یعنی میتونم برم بیرون. وقتی هم که برگشتین میتونین بگین Can I get to my seat? Can I get to my seat? Hi, can I get to my seat? Can I get to my seat? یه سری دکمه بالای سرتون هست که خوبه اسم اونا رو هم بلد باشید. این دکمه برای اینه که شما بتونین مهماندار رو صدا کنید. در اصل اسمش اینه Emergency Flight Attendant Call Button که به صورت کوتاه شده میگن Call Button. Button یعنی دکمه. تلفظش رو گوش بدین. Button. بریتیش ها میگن Button. امریکن ها میگن Button. Please press your call buttons. Please press your call buttons. یه ریدینگ لایت بالای سرتون دارین، یعنی چراغ مطالعه که اگر فضا تاریک بود و خواستین چیزی بخونین میتونین ازش استفاده کنید. این هم ایرونت هست، یعنی دریچه هوا که میتونین تنظیمش کنین یا ببندینش. توی پرواز ممکنه تکونهای شدیدی رو تجربه کنید. به این تکونها میگن تربیولنس. تربیولنس. زمانی که این پروازی پر از تکونهای شدیده بهش میگن بامپی فلایت. بامپی فلایت. مثلا ممکنه یکی ازتون بپرسه که پرواز چطور بود؟ شما میخواییم بگین که یکم تکوناش زیاد بود. How was your flight? It was a little bumpy. It was a little bumpy. How was your flight? It was a little bumpy, you know. How was your flight? It was a little bumpy, you know. متضاد bumpy flight میشه smooth flight. Smooth flight. یعنی پرواز بدون تکون و آروم. وقتی این تکونهای شدید وجود داره معمولا این جمله ها رو از مهماندارها میشنوید. Please return to your seat. Please return to your seat. لطفاً به صندلیاتون برگردید. Return to your seat and fasten your seat belt. Return to your seat and fasten your seat belt. Return to your seat and fasten your seat belt. Yeah, please remain seated. Please remain seated. لطفاً توی صندلیاتون بمونید. Please remain seated. Please remain seated and calm. Please remain seated and calm. وقتی هواپیما میخواد بشینه و فرود بیاد به اون حرکت چرخا روی زمین میگن touchdown. Touchdown. مثلا میخواییم بگین چقدر پرواز خوب نشست، چقدر آروم فرود اومد. Such a smooth touchdown. Such a smooth touchdown. توی این ویدیو هر چیزی که لازم بوده توی قسمت چکین فرودگاه بلد باشین رو بهتون آموزش دادم. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم حتما ببینین. لایک رو هم فراموش نکنید.